فرصت قانونی که در اسناد تحولی ما وجود داره که ما دانش آموزان رو فقط محدود به زبان انگلیسی نکنیم، ایجاد امکان بکنیم برای آموزش زبانهای دیگر تا یه اختیاری داشته باشن متناسب با علاقه خودشون و نیاز خودشون انتخاب بکنن، علاوه بر انگلیسی فقط در پایه هفتم دو عنوان درس دیگری برای زبان آلمانی و زبان فرانسه هم امسال اضافه کردیم. منتها چون از تعداد معلمان امکانات آموزشی این دو تا درس جدید اطلاع دقیق تری نداریم و اون شرایطی که باید باشه تا این دو تا درس موفق اجرا بشه به طور دقیق مطلع نیستیم، امسال در یه نمونه محدودی این رو اجرای آزمایشی میکنیم تا هم امکانات و شرایط موجود رو بیشتر به دست بیاریم و هم معلمان مورد نیاز رو سعی بکنیم آماده بکنیم تا بتوانیم برای سال آینده با شرایط مطلوب تری این دو تا درس رو اجرا کنیم. بنابراین از جهت پایه هفتم هست، از جهت نوع اجرا اجرای آزمایشی هست و محدودیت هایی که البته در اجرا داریم عمدتاً مربوط می شود به نبودن معلمان لازم برای تدریس. منتها اگر ما برای اون محدودیت منتظر می ماندیم در هیچ زمانی نباید این کار رو می کردیم. گفتیم اجرا می کنیم، این محدودیت رو مورد بررسی قرار می دیم تا سال آینده بهتر بتوانیم انشاءالله این دوتا درس رو وارد برنامه های درسی رسمی. مشخص شد که کدوم مدارس هستن؟ تلاشمون بر این هست که در سطح ملی حداقل در 6 استان با شرایط مختلف این اجرای آزمایشی انجام بشه تا بازخوردی که به دست میاریم بتوانیم به طور همه جانبه برنامه رو انشاءالله است. یعنی این دو تا زبان در کنار زبان انگلیسی تدریس میشه؟ دو تا زبان تدریس میشه ولی به صورت آزمایشی. مثلا دانش آموزا چجوری میتونن انتخاب کنن؟ مثلا از این سه تا معلم در اون مدرسه هست؟ فعلا به اون مرحله نرسیده، اجرای آزمایشی میکنیم تا امکان سنجی کنیم چه از جهت معلمان چه از جهت اون نوع محتوایی که تهیه شده. اجرای آزمایشی معناش اینه دیگه، یعنی در واقع میخواییم عوامل مؤثر در آموزش مطلوب رو تست کنیم، اصطلاحاً بررسی کنیم و متناسب با اون محتواها رو اصلاح کنیم برای سال آینده انشاءالله. ولی در سال آینده وارد برنامه درسی رسمی قطعا خواهد شد، منتها به صورت این درس اختیاری نه درس اجباری. درس اجباری و الزامی همون زبان انگلیسی.